سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام همیشه کوکتل تیوی و امروز اومدیم با قسمت 11 برنامه بی پرده و یه مهمون عزیز داشتیم به اسم موهر، کلی صحبت کردیم باهاش درباره حواشیش و همچنین جدایش از فریاس. پس حتما تا ته ببینید که خالی از لطف نیست. دمتون گرم. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید، اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید، و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلشو بنویسید. و همین دیگه، بریم که با هم مصاحبه رو داشته باشیم. سلام میکنم خدمت موهر عزیز. چطوری آقا؟ خوبی؟ چه خبر؟ سلام داداش، شکرم، خیلی مخلصیم. تو چطوری؟ فدات، قربونت، مرسی که دعوتو پذیرفتی. این چمخه یکم حاشیه داشتی، بریم سراغش و خلاصه داستانای دیگه. آقا اول از همه مسابقه تصویری اولیشی اگه اشتباه نکنم، درسته؟ آره. خب یه معرفی کلی از خودت بده، چند سال کار میکنی و این موهر یعنی چی دقیقا؟ اسم موهر از کجا اومده؟ ببین، موهر که منم دیگه، دقیقا از همون جایی که من هستم اومده و همون چیزی که میبینیه، و دارم سعی میکنم که بهش تو این طول معنی بدم. ولی بگم دقیق از کی شروع کردم به کار کردن، اگه حرفه‌ای بخوام نگاه بکنیم سال 85-86 اولین بار رفتم استودیو. اوکی، از اون به بعد اومدی و دیگه اولین کار اسمش چی بود؟ پاورجام. اولین کارم سال 90 پخش کردم، نزدیک 40-50 تا کار رو هی ضبط کردم و انداختمش بیرون دیگه، چون خیلی وسواسی بود هنوز. اصلا خیلی دوست داشتم که اون تصویری که از من میاد بیرون همیشه از همون اول بدون گاف باشه، به قولی هم از لحاظ کوالیتی هم از لحاظ سطح کاری که اون موقع داشتم. برای همین 4-5 سال پشت پرده کار کردم دیگه، با اصرار رفیقا و دور و بری اینا گفتم آقا دیگه کارا رو بده بیرون خوبا و اینا. دیگه خودم به این نتیجه رسیدم که کارا رو پخشم، که اولیش فکر کنم 90 بود، سال 90 پاورجام اومد بیرون. من خودم از بیت دانلودی چیز بود، یه آلبومی داشتی بیت دانلودی، من خودم از اونجا شنیدمت و آلبوم خیلی جالبی بود. اگه اشتباه نکنم بیتاش همه دانلودی بود و روش یه آلبوم خفنی جمع کرده بودی، باحال بود. و بعد از اونم که اومدی و با فکر میکنم یه آهنگی بود به اسم باید یاد بگیرم، من خودم از اونجا با این استایل هنریت خیلی حال کردم، خیلی جالبی بود. و خب الان اینو گفتیم بعد معرفیه، یه خیلی از مخاطبا وقتی ما سوال گذاشتیم که بپرسن، میگفتن چی شد که موهر از اون فازهای قدیمش که خیلی گنگتر بود، مثلا آهنگای مثل ژاپنی و این حرفا، اومد خیلی فلسفی تر شد؟ نه اینجوری نبوده. من الان هم ببین، من چند تا شخصیت دارم موازی میارم با خودم جلو. یه شخصیت باید یاد بگیرم، عمیق، سلامتی، امیدم را. یه شخصیت هم مثلا کلن رپ نمی کنه توی سبک دیگه، یعنی سعی میکنه فیوژن کنه و تلفیق بکنه. یه سبک دیگه هم همون جوری دیوونه هست همچنان. آره این اصلا اینجوری نمیشه قضاوت کرد. من یه آدمی هم که غیر قابل پیشبینیه، چون معمولا اینجوریه که توی مارکت کسی نمیاد بعد از اینکه قطعه گیج و مثلا پخش کرده که پر از حالا تکنیک رپی، بعد یو یه قطعه بعدش پخش کنه به اسم مرسی که مثلا یور پاپ وایس میگه مرسی. من برای همین اصلا برای مهم نیست، کاری که عشق میکنم میدم بیرون. ولی چند تا شخصیت از من موازی داره حرکت میکنم، هر موقعی که دلم بخواد به هر کدومشون بازی میدم. اوکی، آخه این چمختم یکم باز دیس بازی تو اینا اومده و دستگرمی رو دادی. این حرکت رو حالا من دوست داشتم، به جای اینکه توییت اینا بزنن آدم بیاد پشت میکروفون. حالا یه بحثی که هست این درباره این داستان ها، اتفاقا می‌خواستم ازت بپرسم نظر درباره حال حاضر رپ فارسی چی که همه با توییت و استوری و اینا به هم میپرن و این داستان ها. ببینین که الان دارن همه به هم میپرن چند تا علت داره به نظر من. یکی که اولا نبود پوله تو بازی، اقتصاد نیست و بچه ها چندین سال زندگیشون رو گذاشتن انگار برای هیچ گذاشتن، یعنی انگار که اون اتفاقی که میخواستن بیفته نیفتاده و خب عصبی هن از این اتفاق. یکی دیگرش هم به نظر من این داستانی که پیش اومد، حالا توییت های نابجا و توییت های فلسفی بی خودی، اینا چیزاییه که دیگه اجتناب ناپذیر از فضای هیپ هاپ، از فضای، یعنی این جنگ ها و بطل ها همیشه به قصد تخریب و اینا نیست. بعضی موقعی رو میبینی حالا با یه ادبیات بعد طرف باعث سازندگی طرف مقابلش میشه و باعث میشه که طرف یه تلنگر بخوره. من حداقل تو این حرکت دستگرمی از این به بعد این لاینی که رو انداختم دنبال اینم که این تلنگر رو بزنم. حالا یه بار به یه رپر میزنم، یه بار به
چه میدونم یه چیزی که انتقاد دارم نسبت بهش، ولی اینکه بخوای خودت عادت بدی به اینکه فقط توییت کنی هر چی شد سریع اولین چیزی که به ذهنت میرسه رو جمله کنی و بذاری بالا، یه جورایی مصرفی بودن هستی. خیلی فرق نمیکنه با تو اینستاگرام و توییتر، من خیلی باش موافق نیستم. آره من خودم هم جزو کسایی هم که موافق نیستم، حالا توییت تا یه جایش، استوری تا یه جایش، ولی اینکه کلا داریم میبینیم دیگه بیف و دیسمون هم اومده شده توییتری، یعنی مثلا طرف حتی میاد میگه بیف جدید فلانی با فلانی، بعد میبینی دو تا استوریه. نه ببین اونا که همش بازیه، یعنی حالا توی مارکت غرب هم این شکلی هست، میان با هم دیگه یه ساخت و باختی میکنن و 90% اونا بازیه و واقعا اصلا چیز یعنی تولید حجویاته، تو تولید چیزای به درد نخور فقط برای جلب توجه مخاطب، خیلی توش مغز نیست، برای همین فاقد ارزش، اصلا چیزی نیستش که آدم بخواد راجبش خیلی فکر کنه. آقا دستگربیو دادی، بامدادم جواب تو داد، گوش دادی نظر چجوری ها بود؟ آره شنیدم، حرف تکراری دیگه، حرف جدیدی نداشت. من میگم که تو صحبتت باید با من باشه، اول اینکه حالا این یه توضیح کوتاهی میدم ازش میگذرم، چون واقعا به نظر من اصلا چیز مهمی نیست، نه خودش نه تفکراتش، به خاطر اینکه ببین من آندرگراوند و اون کسایی که تو آندرگراوند خیلی فاز تعصبی دارن اصلا قبول نداشتم و ندارم و نخواهم داشت. علت اصلیش اینه که اینا از بیرون شبیه یه آسایشگاه روانی هم که پرده ها رو کشیدن، خیلی همه چی گنگ و فلان و اینا، بعد میری تو عزیزن، اصلا عزیز یعنی اینا از تو همه میرن دنبال مامانشون نقنق میکنن برای ناهار و 50 تومن دستی بگیرن که برن یه پک علف بخرن و اینا، بعد میان پشت میکروفون اینجوری هم، یعنی 99%شون حداقل تو این فضا هم. به خاطر همین بحث میدونی چیه، بحث اینه که تو باید خودت باشی، هرچی که هستی خودت باش، تو نمیتونی منو قضاوت بکنی، من جد خودم و وجدان خودم و خدای خودم خیالم راحته و تمام این مجموعه هایی هم که تو شرکت کردم هیچ وقت حالا یعنی میدونی من باید برای حرفی که میزنم سند داشته باشم. مثلا میتونم الان من ادعا بکنم که چه میدونم بامداد پسر باباش نیست، ولی خب این ادعای من اگر سند نداشته باشه چه فایده ای داره، یعنی فقط باد هواه. من اومدم یه حرفی رو زدم و متاسفانه یه سری مخاطب متاسف اصلا میگن ای بامداد پسر باباش نیست، یعنی حرف من رو بدون مدرک میکنن استناد، در صورتی که این شکلی نیست. به نظرم باید با مدرک آدم صحبت کنه، وگرنه دیگه میشه فرافکنه، میشه مغلطه و فرق نمی کنه مغلطه از دهن کی میاد بیرون. منتها بحث اینه که من تو این کاری که انجام دادم تو این مجموعه که بودم، که اتفاقا به نظر من حرفه‌ای هم برخورد کردن، خیلی هاشون کمک کردن، من کاری با منبع مالیشون نداشتم اشتباه، به خاطر اینکه ازشون تغذیه هم نکردم، یعنی تو نمیتونی تهیه کننده رو پیدا بکنی چه حالا توی اووردوزا و حالا رفیقای ما هم هستن بیان بگه آقا ما 1000 تومان به ماهر پول دادیم، من هیچ وقت گفتم آقا من فقط به جنبه رپیش نگاه میکنم و در خدمتتونم، اصلا دنبال پولش نیستم، یعنی 1000 تومان اگه از من تالو گرفتم بیان سند بدن آقا من دیگه رپو میذارم کنار. یعنی تو هیچ کدوم از ویدیوس آرتیستا هیچ پولی نگرفتی تا الان؟ من هیچ رقمی تا حالا 1000 تومانی نگرفتم و از اون روزی هم که با خودم هیچی هم نبودم، الانم خیلی ادام نمیشه چیزی هستم، روزی که موسیقی رو شروع کردم حالا با اوسکریم اون موقع و با اون آفریدگار امروزم این عهد رو بستم که هر آن چیزی که در این مسیر من درآمد کسب کنم در راه خیریه میشه. تازه اون موقع هم نه از لازم مالی وضعیتم خوب بود، یه فروشنده ساده توی منطقه آریاشهر تهران بودم، رفیقای نزدیکم میدونن کی و چی رو دارم میگم، ولی این عهد رو بستم و خدا خواست برام، خدا رو شکر. من میگم مگه گدایی یا گداپروری چه چیز خوبیه که تو بخوای ترویجش بدی؟ چه فرنگی؟ آدم میتونه موفق شه با پول حلال، چه چیز بدیه؟ خیلیم خوبه، اینکه من خانواده‌ام که علاوه اقتصادی قوی هستن، خب خدا رو شکر من شانس آوردم، ولی اینکه من میتونستم مثلا انگل ازشون تغذیه کنم، میتونستم اون صدی که گرفتم بکنم 200، من این کارو کردم. حداقل اینه که توی میدونی زندگی شخصیم و توی زندگی کاریم، حالا توی معماری و کارهای ساخت و سازی که انجام میدم، صدها نفر سر این سفره نشستن و دارن استفاده میکنن. شما چی اضافه کردین به مارکت
به شنوندتون، به غیر از اینکه اوباشگری رو، به غیر از اینکه بددهنی رو، به غیر از اینکه یک اخم تو خالی رو بخواین تزریق کنین به جامعه و افسرده ترش بکنین و شرایط رو براش سخت‌تر بکنین، چه کار مثبتی کردین؟ آیا از عواید فروش شما تا حالا یک طویله که بچه‌ها توش درس می‌خوندن رو تونستین تبدیل به کلاس آبرومند بکنین؟ من کردم. چرا اون موقع شما نیومدین هیچ تشکری بکنین؟ چرا اون موقع این حرکت‌ها رو ندیدین؟ حالا الان نشستی هی میزنی زیر مواد و اونم که میدونی همه پارانوید میگیرن، به همه چی شکای شدید پیدا میکنن، همون چیزی هم که بهش فکر میکنن میشه براشون استناد، یعنی سندیت میشه به جد آقا این اینجوریه دیگه، تمام دیگه اون علفه الهامه رو بهش داده و این دیگه اینجوری ها میشینه و همونو میکنه شعر و به اون رنگ و بوی حقیقت میده. نه، حقیقت این نیست دادش من، حقیقت این که باید مواد تو بذاری کنار، در خونت رو باز کنی، بیای بیرون و زندگی کنی و برای جامعت مفید باشی. نظر من ببین الان حرفی که زدی، حالا خب دمت گرم به خاطر کارهایی که برای خیریه اینا کردی، خب حرکت زیباییه، ولی خب داستانی که هست، خب همه وظیفه ندارن این کارو بکنن و خب من نمیگم وظیفه دارن، اصلا به من ربطی نداره که چی کار میکنن. میگم وقتی یه نفر این کارو انجام میده، تو باید ساید مثبت و منفی یه نفر میخوای قضاوتش کنی، که اصلا من کلا قضاوتو نیستم خب، ولی میگم خودم اگر میکنم اشتباه دارم میکنم. ولی خب یه موقعی آدم شیطنت و رب بتل و این چیزا زدن دوست داره یه کرم بریزه، من هم کرم رو میریزم. منطقه مینی داستان چیه؟ داستان اینه که شما میخوایی یه نفر رو قضاوت کنی، باید ساید مثبت ساید منفیش با هم دیگه، من بیام خوبه مثلا من بیام فقط از چیزای مایوس کننده و چیزای فلسفی که فقط کتاباشو سطحی مطالعه کردم بخونم و جامعه رو هی ببرم به سمت پوچی‌گرایی که خودم انتخابش کردم و دارم تزریقش میکنم، یا اینکه خوب آقا هر حرفی هم میخوام بزنم ولی یک عضو مفیدی برای جامعه باشم، حالا هر جوری هر طوری. ببین حالا اینه. آره حالا ببین حرفی که زدی، حالا دوتا از دید من دوتا جنبه داره. حالا اینکه این حرفی که میزنی، حالا خب یه نفر خب واقعا خب شاید افسرده است و در حد خودش هم شاید کمک بکنه. مثلا من خود من کسی هم که به نظرم همه اینا باید بغل هم باشن، هم یک رپر خیلی افسرده، هم یک رپر خیلی شاد، هم یک رپری که اصلا مثلا خیلی عشق و حاله و حالا یکی هم که اعتراضی سیاسی. و خب خیلی جاها بوده که من بنده مثلا به شخص خودم عصبی بودم، افسرده بودم و آهنگا اینا کمکم کرده، میدونی، حس کردم یکی دیگه منو میدونی درک میکنه، حرف منو داره. همش همون آره اون ببین بحثی توش نیست، هر کسی سر جای خودش خوبه خب، ولی وقتی ما از سر جای خودمون میایم بیرون و سعی میکنیم دیگران رو قضاوت کنیم، ایشون بشینه علفشو بکشه توییت کنه که نمیدونم فلان 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 فلان، خب من جوابشو میدم و همینجوری رسوا میشه. حالا دیگه مخاطب فهیم و با شعور متوجه میشه که کدوم انشاه و کدوم رپه. میدونی چی دارم بهت میگم؟ برای همین موضوع نیستش که من الان بخوام راجع بهش دیگه بیشتر صحبت کنم، ردش کنیم بریم. اوکی. و یه چیز میخواستم بگم، جنبه دومش یادم رفت، ولی خب داستانی که هست، من فکر میکنم من خیلی، حالا اینم گفتی اتفاقا در مورد داستان حرف زدی، خیلی هم به خودت میگن که تو هم جزو از اون دسته ای که فقط ناله میکنه و حتی بعد از آهنگ آگاه هم خیلی ها اینو بهت گفتن و حتی مثلا کسایی مثل سیجل اینا هم بهت گفتن آقا فقط ناله میکنید، رپر نیستید و ببین. اوکی، اینم باز دوباره از یه جای دیگه قضاوت کردنه. خب من میخوام بدونم مثلا اینکه مثل سیجل، آیا اون اصلا دنیاش واقعیه؟ اون یه جای دیگه زندگی میکنه و اصلا به نظر من آگاهی درستی از ایران نداره. یک، دو، موقعی هم که بود ایران هم فکر میکرد جامعش چهار تا کوچه پایین‌تر بالاتر اون و اینجا داری قضاوت میکنی. خب نه، من نمیتونم قضاوتش کنم اتفاقا. ببین، شاید توی اون جامعه اون اوکی باشه که تو زن داشته باشی و بگی زن بزن بگو 10 تا بیام. شاید تو جامعه من این اوکی نباشه. من اوکی نباشه میگم اوکی نیست. اونم خب کاراکتر سازی دیگه. خب این همه مثلا این کاراکتر سازی، الان مثلا تراویس اسکات هم میاد میگه، تایگا هم میاد میگه، ولی من برای اون آرته یک شخصیت حقیقی رو میشناسم، نه یک شخصیتی که کاراکتر سازه. این سلیقه منه، من میگم خود واقعیت رو نشون بده، هر چند نفرت بگیری بهتر از اینه که یه چیزی رو دیزاین بکنی و مردمی که دارن رو گوش میکنن یا مخاطبه با قضاوت تو برن سراغ یه سری داستان دیگه. بحث من اینه. و اینا خیلی میگم، یکی مثل سیجل هم میتونه نظرش راجع به کار من بگه، منتها
به نظر من با شرایط فعلی که تو ایران هست و با این اتفاقا که افتاد و اون پروژه با اون کلاس کاری که ما توی ایران جمعش کردیم، بهتر بود که 20 رپر هم پیداشن تشکر کنن یا خسته نباشید بگن، حالا 4 تا هم به اصطلاح انتقادی اگر دارم بگم، منطقه ما فقط یاد گرفتیم مو تو ظرف غذا پیدا کنیم، یعنی یه قشری هم فقط بهترین غذا رو بذار دنبال مو میگردن توش که ببینن. میدونم چی میگه، آره منم با این موافقم، ولی فکر می‌کنم این اکثرا تقصیر جامعه و مخاطب واسه دیگه، خودت می‌دونی دیگه، دیدی چون نه اینطور نیست. ببین تو الان بیای از یکی که مثلا ترکونده هم بگی من هنرمند خیلی 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 تاثیرگذارم رو جامعه. نه نه درسته میدونم، ولی میگم الان تو بیای مثلا جامعه نیاز به آموزش داره آرام، جامعه که خود به خود نمیره به سمت آگاهی. ببین آموزش از کجا میره؟ آموزش پرورشمون که فلجه، اون که هیچ. از اون طرف هم همه علایقمون و خفه خون و خفقان و خفه و فلان و اینا حرف نزنید که اونم هیچی. از این طرف یه جریان مردمی بلند شده مثل رپ که اونم یه طرفش خاله‌بازیه، یه طرفش معاملاتیه، یه طرفش پناهنده است، یارو فاز لاتیه و یه طرف اون چیزی که تو دستگاه میگفتم اونم دست میکنی چه... تو مصاحبه. نه نه واقعیت دارم میگم، من خودم جزء یه دسته از همونا، من خودم پر از ایرادم، من نمیگم من خودم به چه میدونم خدام پیغمبرم، نه منم از همین جامعه و پر از ایرادم، من خودم تأثیرات خیلی منفی گذاشتم و همه اون تأثیراتی گذاشتم و بهش آگاهم و دارم سعی میکنم بهتر باشم، سعی نمیکنم در جا بزنم و هی خودم رو از صفر برسونم به صد، دوباره برسونم به صفر، هی سعی میکنم فقط مسیرم رو به جلو باشه، همین. درست. ببین حالا در مورد مخاطب بهت گفتم، چون الان مثلا خود ببینید مثلا طرف میاد از یکی به یکی تبریک میگه، میگه کارت خوبه، یا مثلا میگه فلانی استعداده، یا پشتش پر میکنن که آجی این میلیونی داده به بیساری پولی اومده، یا به اون طرف که داره تبریک میگه میگن پاچه خار، میدونی؟ خب این قضاوته دیگه، ببین مگه به من نمیگن؟ آره همین، تو هم خواستم همینو بگم دیگه، مثلا خود تو درباره یاس میگفتن چقدر پول دادی یاسو از این داستانا. ببین من توی مسابقه قبلیم هم گفتم اینو، ببین یاسو اگر باید بخوای پول بهش بدی باش کار بکنی پولت نمیرسه. خب اون آدم پولی اگر بود تا حالا به هزار تا از این پیشنهادات مالیش خب یه جواب بعده میگفت و اصلا داستان تغییر میکرد خیلی قبلتر از این سایتهای پیشبینی حتی که مد بشن، چون من خودم از نزدیک دیدم که اون به چه پولایی گفته. نه این دیگه قضاوت، اونا میگن تو پول دادی. اوکی من هیچ وقت یک ریال اینجا میتونم قسم بخورم که از پولی که از خانواده‌ام بوده هیچ وقت یک ریالش تو موسیقی نیوردم و نخواهم آورد. من خودم یه بیزینس دارم و اون بیزینس رو مدیون خانواده‌ام و شرایط اقتصادی هم که برام فراهم کردن، ولی تو موسیقی من همیشه استقلال خودم داشتم، چون اصلا از اون ابتدای شروع کار من نه وضعیت مالیمون اینقدر خوب بود، نه اینکه اصلا خانواده‌ام خیلی موافق این کار بودن. ببینید چی میگم، من پدرم تحصیل کرده آمریکا بود، همون دهه 70 دهه 70 موقعی که رپ شکل گرفته بود و اینا اونجا زندگی میکرده، بعد دیده چه عجوبه‌ای تو این سبک کرد، بعد خب مثلا میترسید دیگه، مثلا گفت این پسرم اینه اون و درستم بود. و متاسفانه رپ فارسی ما خیلی زود از توپاک به لیلوین کشیده شد، خیلی سریع، ولی خب دیگه میگم اینجوری بوده که من همیشه تو موسیقی استقلال داشتم دیگه، قضاوت رو بذار بکنن، چرا نکنن، بالاخره زمان همه چی رو نشون میده آرام. ببین زمان حل کننده همه چیزه. حالا اینکه من چرا اومدم بالا، با کمک کی اومدم، چه جوری اومدم، اینا رو زمان نشون میده. من الان هر چی بگم دوباره قضاوت میشه. آره درست. خب الان در مورد این داستان حرف زدیم، چی شد به نظر من؟ اینو اولش بگم، به نظر من یکی از بزرگترین موفقیات و موفقیتات درست بگیم این بود که وارد فریاس شدی و خب یکی از بزرگای رپ فارسی بغل بود به اسم یاس، آهنگای رم باش دادی، ولی خب چی شد جدا شدی از فریاس و رابطت با یاس چجوری است؟ ببین فریاس و من و یاسر با هم دیگه فکر کردیم که انجامش بدیم. خب یعنی من همیشه میدیدم که یاسر داره خیلی همیشه برای اطرافیانش و آرتیستایی که بهش نزدیک میشدن حکم یک پیری رو داشت که 6 تا پیچ جلوتر رو بهش نشون میداد. من اومدم گفتم یه سازماندهی بکنیم، خودش هم موافق بود، انجام دادیم. من موقعی که تو فریاس بودم عضوی از فریاس نبودم، جزء تصمیم گیرنده هاشم بودم و اون موقع به این معتقد بودم که فریاس مثلا گروه هایی که نگاه میکردیم و رصد میکردیم، مثلا چه میدونم یه گروهی مثل بلک کتس حالا توی ساید خودش و توی
ژانر خودش خیلی به نظر من کمک بزرگتری جامعه موسیقی خودش کرد تا یه گروه هایی که انحصارگرا هم و همه چی رو به انحصار خودشون میخوان در بیارن. برای همین فکر میکردم خب خیلی جالب تره که این آرتیست بیاد یه مدت فعالیت بکنه و بره و خب رو خودم برای اولین نفر اجراش کردم دیگه، یعنی یه همچین چیزی شد. ولی داستانی نبود که بخواد بگرم. به نظر من درس خیلی بزرگی هم ما به رپ فارسی دادیم که خیلی مؤدبانه و با احترام جدایی رو انجام دادیم و خیلی همه چی شیک و مجلسی و درست حسابی اتفاق افتاد. یعنی هیچ میدونی هیچ بی احترامی نبود و در ضمن رابطه من و خیلی بهتر هم شده هم موقع، چون حواشی کاری و این داستان ها رفته کنار دیگه، زنگ میزنیم حالا همون میپرسیم خیلی بهتره اصلا. خب ببین فریاد ستفا من خیلی خوشم میاد از استعدادایی که دارین. یکی سوئله، یکی هم آپریسا اگه اسمش درست بگم. اینا رو از کجا پیدا کردی؟ چی خیلی خفنن. ببین پیدا کردیم که خب اینا دوستای قدیمیمون بودن. من خودم مثلا نزدیک 3 سال رفاقت مستقیم با هر کدوم از این بچه‌ها دارم. ببین فریاد یه رونده، فریاد یه گروه نیستش که مثلا توش بیان 4 تا کار بکنن و برن. یک روند آرتی، یعنی یه روند ساخته شدن آرتیست از درون. فشارهای وحشتناکی هم روشه اون آرتیستی که اول میاد تو، چون یه آدم ریزبین مثل یاس رو هد وایساده، یه آدم گوشتلخ خیلی رپگو مثل موئر تو اون گروه بود، میدونی چی میگم؟ یعنی همه چی براشون سخت بود بچه‌ها، ولی خب خودشون میدونستن که همه چی در نهایت به نفع خودشون تمام میشه و اینو میدونم که الانم هم میدونن و قطعا همیشه قدردان محبتایی که بهشون شده بودن و من هم قدردان اون رفاقتی که باهاشون کردم بودم. بسیار بچهای تالنتد و اصلا نمیتونم بهت بگم شما چیزی ازشون نشنیدین هنوز. اون چیزایی که من شنیدم بچه‌ها فوق العادن. امیر پارسا لیریکال، شعر خیلی استخون داره، سهیل هم که دیگه اصلا تکنیک و سرعت و اینا اصلا یه کاراکتر جذابیه خلاصه، و اونا هم دارن کاراشون انجام میدن. مطمئنم که بچه‌ای که حالا کار پیگیر کار فریاسن سورپرایز میشن به زودی. حالا این حرفی که زدی، گفتی گوش تلخ و این داستانا ریزبین مثلا یاس و اینا، یعنی بنده خدا میواد مینوشه یه خط میزدین گفتی این چیه مینداختی دور مثلا این چاشه؟ نه اتفاقا اصلا سمت دخالت توی حرکت هنری نه هیچ وقت من تو کار بچه‌ها کردم، نه هیچ وقت یاسر تو کار من کرد. یعنی ما همیشه احترام گذاشیم به سلایق هم دیگه. بس نوع دیدگاهیه که میخواد کانورت کنه و شعر بشه. یعنی اون سر اون دیدگاه شاید چه میدونم، شاید سر موضوعات خصوصی زندگیامون ما ساعت‌ها با هم دیگه حرف زدیم. مثلا بقیه میگن آقا یعنی چی، آقا این چه کاریه؟ ما میدونستیم که داریم چی رو شکل میدیم. ما داشتیم اون کانورتره که داشت شعر میشد و شکل میدادیم تو این گپ و گفتمون، و خب تاثیراتش هم میگرفتیم. فکر کنم مثلا یک ساعت با یاسر حرف میزدم، بعد یهو میرفتم خونه، بعد خب یه ذهنیتی تو ذهنم بود که مثلا الان یه کانسپت این شکلی میخوام بنویسم. دیتا رو گرفته بودم، همه چی بالانس میشد. همینطور من به یاسر خیلی وقت این کمک رو کردم، بعد یهو من مثلا میدلیست رو میساختم، بعد یهو زنگ زدم میگم یاسر این صحبتی که کردیم ببین چی شد، یا مثلا یاسر بالعکسش. و با بچه هم خب تو همین جمع به ما اضافه شدن و این روند ادامه داشت. حالا الان من بیرونم به این معنی نیستش که کلم بیرونم، من با یاسر رابطم خارج از این صحبت هست، همیشه اون رابطه کاریمون هم داریم. یعنی من قبل اینکه کارام بیاد بیرون یا خودش بیاد این ارتباطه رو ما با هم دیگه نگه میداریم، از هم نظر میگیریم. ولی خب توی فریاد خیلی این اتفاق عمیق‌تر و خیلی با فشار بیشتری انجام شد. اوکی، یه ذره بریم سمت یه سری از سوالا که خیلی دوست دارن و سوالا محبوب برنامه است. این که تاپ 5 آهنگسازای ایرانی تو رپ فارسی کیان؟ اولیش که آخه نمیتونم بگم اولی یا دومی. ببین کسایی به ترتیب نگو، 5 تایی که خیلی گوش میدی، حالا رفاقتی هم نباشه چون برادر من الان دارم من آره من نه اصلا اینطور نیست. من برای چند ساله، یعنی یک سال فکر نمیکنم، یک سال بیشتر شده با کسی آشنا شدم به اسم مستر ام پی شهریار، که کلی از کارا رو با هم دیگه انجام دادیم و خیلی از کارا رو هم انجام دادیم که شما نشنیدین. ایشون عجوبه است، یعنی مثلا موافقم. ببین پیانو پلیر، موزیک پرودوسر، درام پلیر، بعد شاعر، بعد خودش رپره و اصلا یه موجود عجوبه‌ایه که واقعا لذت بخش میکنه همکاریونو.
ولی از این دایره به بیرون تر فربود و من خیلی دوست دارم خارج از حالا اون فضا. ببین بیت بنده ناف هنوز گوش میکنم میگم وای چیه، یا مثلا بیت هایی که میزنه یه جنس عجیبی داره، انگار در اوج سادگی کلی حرف برای گفتن داره و من خیلی لذت میبرم از کار کردن با فربود. از اون طرف خارج از این فضایی که حالا کار کردیم، من خیلی کارهایی که از تشکل دیوار میاد بیرون دوست دارم، یعنی آتور و مزراب و آره اونا رو میتونم بکنم توی یه گروه. از لحاظ تکنیکالی و از لحاظ تکنیک و جذابیت صدا اینا خشایار رو من خیلی دوست دارم. خشایار سار کچی بیتس تکنیک، آره تکنیکی خیلی باله. مهدیار هم البته خوبه، اخلاقش خیلی گوه ولی خودش کارش خوبه. اخلاقش چی کار داری؟ آهنگش نه، منظورم که شخصیتش خیلی شخصیت چیزیه، من علاقه ذاتش نمی کنم. آره دیگه اونو بهتره نریم توش. آره تلخه، یه هر کسی یه کارش خوبه نظری داره راجع به شخصیت دیگران دیگه، ولی خب شخصیت دیگه تو موسیقی کاره. چند تا گفتی؟ گفتی فربادو گفتی، مسترفیو گفتی، خشایه رو گفتی، مهدیار، یکی دیگه مونده دیگه. نه دیگه بچه دیوارم گفتم توی یه پکیج دیگه مثلا دیگه اینجوری ببین نشد دیگه درست باشه. ببین من ببین حالا بیتای اولی که آتور زده برای بهرام رو گوش کن. آره اونا که سم هستن. ببین وقتی گوش میکنیم حالا اون موقع رپ فارسی توی سطحی بوده، حالا بهرام هم روی رپی میکرده روش، ولی خب الان خیلی خوب رپ فرق کرده سطحش، ولی بیتا رو هنوز که هنوز گوش کنیم بابا وای چیکار کرده این موقع. پروژهاشون با هم واقعا خوب بود. 5 تا رپ کن تاپ 5 رپ کن تو ایران همه رو دوست نه، الان همه رو فریاس نگی یا تموشه بره خارج از دایره که کار میکنی. نه اتفاقا هیچ کدوم از فریاس نمیگم و یاس هم نمیگم، به خاطر اینکه اونا چیزایی هم که من دوستشون دارم و اصلا معلومه که دوستشون، اصلا خودم جدا نمیبینمشون. ولی به غیر از بچه های خودمون رپ رزو خیلی دوست دارم. رضا پیشرو رو من فنش بودم و هستم. رضا پیشرو رو خیلی دوست دارم، اصلا گوش میکنم. خیلی هیچ وقت ارتباط نزدیک با هم دیگه نداشتیم، یعنی بگم اونجوری کار کردیم و اینا نه، ولی خب خیلی ارتباط عمیق معناداری رو باش همیشه حس میکردم. رفاقتمون هم شاید خیلی عمیق نبوده، ولی واقعا لذت میبرم از کار کردنش و از شنیدن آثارش لذت میبرم، همه کاراش. مهراد رو خیلی دوست دارم، به نظر من یه پکیج خیلی کاملیه. حالا به قول یکی رفیقامون گفتی بس شخصیت نکنیم، حالا با احترام کامل میگفت اگر مهراد یکم سانتیمانتالیست شخصیتش رو بیاره پایین خیلی کول ترشه، خیلی بالتره. نظر من هم همینه، ولی خب تو هنر فوق العاده پکیج خفنیه. سه تا شد. آره سروش رو گوش میکنم، خیلی هم لذت میبرم. مجاز تنها مجموعه که شاید ماهی دو سه بار گوش کنم و ازش یاد میگیرم، و سروش جدید رو خیلی دوست دارم. اون سروش قبلیه را کاری ندارم. دقیقا نظرت برخلاف همه است، چون معمولا همه میگن هیچ کس مثلا قدیما. الان یه بحث دیگه اینجا باز میشه، یه بحث دیگه اینجا باز میشه که حالا اون رو در ادامه با هم دیگه یادم باشه که بگم، که حالا نمیدونم راجبه محبوبیت و این چیزا سوالی داری یا نه، باید راجع به این چیزا صحبت بکنیم با هم دیگه. یادم بنداز که راجع به سروش اینو بگم. و ترک سینگل ترک های جدیدی که مثلا گوش کرده باشم، حال کرده باشم، به دردم بخوره مثلا، چون من میدونم موزیکو گوش میکنم که ازش یاد بگیرم. گوشت بهرام خیلی دوست داشتم تو این اخیرا. بهرام و جدیدن چه جوریه نظرت راجبش؟ میگن دیگه رپ نمیکنه خیلی از منتقدات، نظرت تو چیه؟ رپ نمیکنه. خب من قبول ندارم اینو، میگن مثلا فلو نداره. یعنی چی آهنگ فلو نداره؟ تو وقتی داری روی ضرب میری ببین فلو اون ریختیه. ببین اینم به اضافت دیگه میگم خب رپ نمیکنه. خب نمیکنه آه اینجوری دکلمه میخونه. خب دکلمه حالش خوبه، خب حالش خوبه، حالش بده، خب حالش بده، ویل کن این رو برو بعدی. اوکی تاپ 5 آلبومات فارسی. این سخته چون الان هم گفتید مجاز رو فقط گوش میدم. ببین مجاز رو خیلی دوست دارم، گوش کردم و ایناش. الان هم همه این هواداری ملتفت میان میگن این
به مال ما هم هست. اون هم باز قضاوت اینه بدشن سنشون که بره بالا سی رو رد کنن همشون به حرفه امروزشون میخندن. حالا یه مجاز گفتیم از همین الان میبخشمشون تا اون موقع، یعنی الان بخشیده حساب کنم. ببین یه چیز در باره مجاز حرف زدی. آره مجاز مثلا یه ترکش مثل چرا نمیبینی. نه میخوام بپرسم از در باره مجاز بپرسم. خیلی ها پرودوس آهنگا رو دوست ندارن، یعنی پرودکشن کامل آهنگا رو دوست ندارن و میگن خراب کرده مجاز. نظر تو چیه؟ نه اینطور نیست به نظر من. همه چی به نظر من که از بهترین مجموعه های رپ فارسی مجاز، پرودکشنش فوق العاده است. این که اوکی از سلیقه عام فاصله داره هیچ شکی توش نیست. ببین تو موقعی یه موقع موسیقی رو در خدمت موسیقی درست میکنی، در خدمت آگاهی درست میکنی، یه موقع در خدمت لذت بخشیدن درست میکنی. میخوای لذت ببری از موزیک یا مثلا کله تکون بدی، برو زد بازی گوش کن. اگه میخوای واقعا یه چیزی یاد بگیری و یه موزیک آلترناتیو رپ فارسی رو گوش کنی و لذت ببری، باید مجاز گوش کنی. دیگه انتخاب خود مخاطبه. اوکی حالا چهارتای بقیه که... ببین من بزرگم خیلی دوست داشتم. آلبوم بزرگ فوق‌العاده بود. آلبوم بزرگم جز فیوریت هم هنوز گوش میکنم. سامان هم خیلی دوست دارم من. تو رپرم یادم افتاد سامان هم اصلا رفت و برگشتشونه. حتی الانش که خیلی هم میگن اوکی نیست و وقتی سبکای خاصی که میخونه اونا و با آدم های خاصی به اصطلاح همکاری میکنه رو من اصلا قضاوت نمیکنم. خودشو دوست دارم کلا. بزرگم خیلی اوکی بود. یه آلبوم دیگه ای که شنیدم شما نشینین، آلبوم یاسه که خیلی دوستش دارم. نمی که قراره بیاد. آره اوکی. اصلا بیشترین کورکو پرتون میریزه. یه آلبومی که شما باز نشینش مستر ام پیه، کارشو داره انجام میده. آلبوم خودش خیلی باحال، خیلی خفنه. بعد آلبوم خشیار رو من دوست داشتم. ببین محتوایی هیچی نمیگفته، یعنی لامصب توش گشتم دنبال یه کلمه درست حسابی پیدا نکردم. یعنی همه تو موضوع سطحی بود. یعنی نمیگم سطحی از نظر من، اون خیلی خفن، پروداکشنش خیلی خفن، همه چی سر صدا عالی بود، اورجینال درست حسابی، بیتا فلو چیدمان. ولی خب اون محتوایی که من چون مجاز گوش میکنم میدونی دیگه خیلی محتوایی تو مثلا دوست داری خیلی فلسفی آره، باشه. آره نه فلسفی اتفاقا اصلا دوست ندارم باشم، اصلا متنفرم فلسفی بودن. من دوست دارم آخه سروش فلسفی نیستش توی مجاز. نه میدونم ولی آخه اون شخصیتی تو، چون تو بزرگ که... تو بزرگ تو فلسفه یک انسان عادی و ساده رو میبینی که فقط نبوغ داره و نابغه است به نظر من. مثلا توی میکوبم تا ته اصلا یکی از بهترین ترکایی که من تو رپ فارسی شنیدم میدونی، یا مثلا سخت مسلمون بودم فوق‌العاده است. من خب اون یا قاضی منو دوست داشت. خب ببین طرف داره با تو بازی میکنه و من دارم لذت میبرم که همزمان دارم بیتی میشنوم، میشنوم که حال میکنم، آرتیستم لیریکالی داره خفن عمل میکنه. خب من اینایی که گفتم به عنوان مخاطب گفتم، به عنوان موئر، یعنی از پشت شخصیت موئر اگه بخوام نگاه کنم که من تازه رپ فارسیم خیلی کم گوش میکنم، ولی اگه بخوام موئری بگم هیچ کس رو گوش نمیکنم. الان مخاطبم میدونی، به عنوان مخاطب دارم بهت میگم. اوکی خب آخریش هم گفتی، چند تا گفتی؟ آره دیگه خشیارم گفتم. آره خشیارم گفتی. آره آلبومش هم باحال بود. آقا چرا به همه گیر میدی؟ چه گیری میدم؟ خیلی گیر میدی. ببین حالا بعضی جاهاش حالا بعضی جاهاش حالا درست، بعضی جاهاش غلط. ولی من ببین باز غلط و درسته میشه قضاوت. من نه میدونم حالا مثلا شاید از نظر من آقا من باید بتونم نظرمو بگم، نباید بگم. آره ولی خیلی گیر میدی. چه گیری میدم؟ من نظرمو میگم. من مثلا توی زمینه شرط بندی موقعی که واقعا هیچ کی طالب مخالفت با اینو بلند نشده بود بلند شدم، بعد دیدن من زنده موندم دونه دونه زبون وا کردن. خب من یه نفر باید بره یه کاری انجام بده که بقیه بتونن انجامش بدن دیگه. خب من میخوام اون راه رو باز کنم. چه گیری میدم؟ من فقط سعی میکنم قضاوت اون لحظه‌مو با حق و همینا رو در نظر بگیرم، بعد یه خروجی ازش داشته باشم. ولی خب دوست ندارم منفعل باشم تو جامعه. آدم نباید اصلا، ما نباید منفعل بودن رو تو جامعه ترویج بدیم. نباید منفعل باشیم به نظر من. من گیر نیست. ببین حالا این چیزی که میگم نمیدونم بخاطر اون شخص، حالا الان حرف میزنی خیلی واقعا داریم میشناسیمت،
خیلی فرق داری. ولی خب معمولا از استوریا اینا عامه مردم میگن موهد، مثلا یه شخصیت از کتاب همش شلوش وازه و این مثل معلم ها، میدونی یه همچین فازی میگیرن مخاطب نسبت به توییت ها و استوریا، چون خیلی هم دوست داری بری ببینی مشکل کجاست، بری مشکل رو ذره ذره حل کنی. مثلا بعضی وقتا من خودم دیدم درباره یه موضوع یا مثلا 12 تا استوری میذاری. اینجوری فکر میکنین واقعا مخاطبین عزیز؟ آره ولی خیلی ها اینجوری فکر میکنم. ما تو این سوالایی هم که داشتیم بود، مثلا یکی از سوالایی که خیلی زیاد پرسیده بودن چرا انقدر به همه گیر میدی، خیلی زیاد بود. مثلا فکر کنم 5000 تا سوال پرسیده بودن، شاید 400 تا 500 تاش این بود. و اینجوری نه آرام ببین واقعیتش اینه، شاید این اتفاق از سمت من افتاده و اگر اینجوری بوده خب خیلی هم بهم میگن تو چرا انقدر منفوری، چرا هیچ محبوب نیستی و اینا. آره اینم اتفاقا خواستم ازت بپرسم. جواب سوال من میدونی بهشون اینه، میگم که من توی زندگی شخصیم و توی زندگی حالا زندگی کاری معماری و اینجور چیزا که توش فعالم، یعنی تو ساید بیزینسی خودم، خیلی اتفاقا شخصیت محبوبی هم به نظر خودم، چون همه منو میشناسن و همون چیزی که هستم رو قبول کردن. ولی خب توی موسیقی شاید این شکلی نیست، اونم دلیل داره. یه چیزی همین الان گفتی، من دوباره فلش بک میزنم به قضیه سروش. گفتی همه سروش قبلا بیشتر از الان دوست داشتن. ببین من میگم سروشی که از کف خیابون و از اون لاتی بازی و از اون فاز غلط، حالا به قول معروف قول من، تبدیل بشه به سروشی که رسوا رو بخونه و تبدیل بشه به سروشی که سخت مسلمان بودن رو بتونه بخونه، 8 سالی طول کشیده تا اون آدم به این آدم تبدیل شه. خب و هر چقدر آرتیستای ما میدونیم موقعی که اصلا تعریف ما از محبوبیت چیه، طرف میخواد همزاد پنداری کنه با طرف مقابلش. آقا من نمیخوام تو با من همزاد پنداری کنی، تو وقتی توی تصمیمات روزانت موندی، وقتی سر تا سر وجودت ناامیدی گرفته، من اگه بخوام یا باید خودم بدبخت کنم که تو با من حال کنی، یا باید چه میدونم کتاب نخونم که تو حال نمیکنی کسی مطالعه بکنه، یا باید بشینم مثلا اراجیف ببافم برای اینکه تو حال. خب اگه من این کارو بکنم قطعا محبوب میشم، باید سگ و صورتم. بله یه کسی که نه یه دونه تتو تو بدنشه، نه دراگ میزنه، نه مواد میزنه، بعد مطالعهش رو داره، بعد زندگی مشترکی داره، بعد پایبند تعهد خودش رو داره، معلومه اون آدم که به قول جامعه عرف میشه سوبر، خب چرا باید محبوب باشه تو جامعه که میپسنده همه به صورت افراطی هر کی بیشتر علف بکشه یا هر کی بیشتر اکتای عجیب غریب انجام بده معروف تره. اینم دقت کرده باشی فاز موسیقی مربوط نیست. برای همین من میگم شاید واقعیتش اینه، الان میخوام قضاوت کنم، ولی سروش از اون وجهی که ساخت برای اینکه محبوب شه اینقدر فاصله گرفت و ازش متنفر شد که انگار شبیه نقاب گذاشتش اون طرف و این مسیر دیگه ای رو شروع کرد. من تصمیم گرفتم از روز اول خودم باشم، تصمیم گرفتم اون روندی که بچه ها رفتن اینجوری بعدم اینجوری شدم، من خیلی آهسته اینجوری برم بالا، شاید هم نرم بالا اصلا، ولی همینی که هستم اصلا دلیل نداره من میخوام برای کسی فیلم بازی کنم یا فازم ولاتی کنم. بابا اینایی که داری صحبت میکنی 90%شون دارم میگم تو استودیو صداشون یه چیز دیگه است، طرف صدا پشت میکروفون اینه، بعد صدا الان عزیزم اینجوری اصلا اینجوری نگاهش میکنی به خدا یارو یا فقط فاز لاتی داره، فاز لاتیش مثلا تا پشت در خونه شونه، در خونه رو وا میکنه گل پسر ماچ کردنی. حالا بعد میدونی چی دارم میگم، اون محبوبیتی که درست کرده یک نقاب، اون نقابه رو محبوب کرده. و اگر کمالگرا باشه، اگر به سمت کمال بخواد حرکت بکنه، هی از اون نقابه دور میشه و خب کمکار میشه دیگه، میدونی، چون متنفر از اون علتی که مردم دوستش دارن رو علت مناسبی دیگه نمیدونه، حالش بد میشه، اصلا میگه بابا من به خاطر لاشخوریم دوست دارم، من دیگه نمیخوام لاشخور باشم، میدونی چی دارم میگم. و خب من دلم نمیخواست از روز اول نه ادا در بیارم، چیزی خودم بودم، خیلی وقتا هم میگن گوشتلخی، ولی من احساس میکنم محبوبیت یک امریه که در فرسایش اتفاق میفته، محبوبیت واقعی. من میتونم به تو قول بدم که شاید 20 سال دیگه من شخصیت محبوب تری از خیلی از شخصیتایی که امروز خیلی از من محبوب ترم باشم. و به نظر من اگر آدم خودش رو زندگی بکنه، نظر شخصی منه، مرگ هنریش رو موقعی که زنده است نمیبینه. خیلیا مرگ هنریشون رو موقعی میبینن که خودشون هستن و این خیلی تلخه.
اونم به خاطر همون نقاب سازی و اکشن بازیگریه به اصطلاح، به خاطر اونه به نظر من. اگر تو خودت باشی بعد که سرتو میذاری میمیری، تازه اصلا شروع میشه انگار، اصلا میگن اه یارو به قول سورنا یه زندگی دوباره است، اون شعری که ازت باقیه، یه همچین داستانی. و الان درباره شرط بندی صحبت کردی، درباره شرط بندی خب تو یکی از کسایی بودی که از همون روز اول واقعا جلوش وایسادی، فکر کنم با عروسی تینا هم یه سری شایعه ایجاد کرد و یه سری شایعه دیگه هم بود، مثلا تو خیلی مقابله خب بتی و اینکه ما قبول نمی‌کنیم، فریاس قبول نمی‌کنه، یه آهنگ از یاس اومد به اسم سفارشی و این آهنگ توی رادیو جوان زیرش لوگوی مونتیگو رو داشت که از اشخاصیه که خب به هر حال سردمدار این داستاناست دیگه و به قول خودش پدر بت فارسیه. و خب این چیه داستانش و این حواشی ها آیا بهت لطمه ای زد، صدمه ای زد یا نه؟ ببین من که تحت چیز شدم، تهدید به قتل شدم، مرگ شدم، آدرس خونمون رو برام فرستادن، بعد از سمت چه کسی؟ نه نونه بعد برام وفت فکر کنم اصلا یه هفته بعدش هم عروسی میاد. این آدم چقدر میتونه بیخیال باشه. و منم اوکی بودم، من کارامو داشتم میکردم، بعد بعدا هم فهمیدم حالا داستان چی بوده و از طرف کیا بوده دیگه، من میبخشم چی دیگه، من الان زندم دیگه خدا رو شکر، تا موقعی که زندم و این فرصت رو دارم حرفمو میزنم. آره اتفاقای خیلی بدی برام افتاد، خیلی فشارهای شدید، فوش و فسیه اصلا وحشتناک ریخته بودن سرم. اما بحث دومی که گفتی، اولا ببین داری راجع به کار یاس صحبت میکنی و من مهرم، این خیلی مهمه. آخه توییت گذاشتی چند بار راجبش؟ خب نه آخه چون باز اونا من به من ربطش میزن، آخه کار یاسر به من چه ربطی داره؟ این یک، اگه صحبتی داری به خود یاس صحبت کن، چرا با من صحبت میکنی؟ مگه مثلا چه میدونم تو شاید یه برادری داشته باشی، انتخابش این باشه که حزب اللهی باشه و تو انتخابت این باشه که مثلا چیزا. من اصلا کاری با یاسر ندارم، چون الان هم توضیح میدم، میخوام اینو باز کنم که آقا کاری که به یاسر مربوطه به من هیچ ارتباطی نداره. این یک. دو، من در جریانش بودم که صحبت کردم، یاسر شخصیت تو دار داره که اصلا شاید اینا رو در حدی نمیدونه بخواد جوابشون رو بده، ولی من جوابشون رو میدم چون شخصیت برون ریز دارم. بحث من چی بود با اینا؟ میگم بابا اون موقع برو کل رادیو جوان رو نگاه بکن، تمام اثراتی که اون موقع پخش شد از رادیو جوان لوگوی ایشون خورده بود، یه رقم عجیب غریبی به رادیو جوان پول داده بود، نمیدونم 500 هزار دلار، 1 میلیون دلار، من نمیدونم، یه رقم عجیب، آره یه رقم عجیب غریبی داده بود به رادیو جوان که آقا هر کاری میاد بیرون باید لوگوی منو بزنی. اینا هم بدونین که به آرتیستاشون بگن، اون موقع این کارو انجام دادن و یاسر روحش هم خبر نداشت و زینفی هم نبود تا جایی که من میدونم، هیچی. من حداقل تو ریز دیتیل کار بودم، هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. و این یه پیرن مسموم ساختن از هیچ. خب این همون چیز هست، همون توهم هست که تو رو علف فکر میکنی خیلی همه چی رو میدونی و قضاوت میکنی و حقیقت میشه همون چیزی که تو علفش رسیدی، و این اصلا قضاوت درستی نیست به نظر من. ببین من سوال ریز درباره، چون از منتقدای بتی میخوام باهات داشته باشم. ببین من خودم با بتی که مثل بت 300 و چنده 325 تو اکثر فوتبال ها میبینیم و یا مثلا وانیکس بت و اینا مشکل ندارم، اصلا با قمار مشکل ندارم، چون آقا یکی دوست داره میکنه به من چه، یکی دوست دارم. و از نظر من اگه بتی که سن توش رعایت بشه، یعنی تو مثبت 18 باید توش وریفای بشی، یعنی چک کنه و اینکه خب این مثبت 18 رو داشته باشه و دسترسی خاصی به هیچ حسابی نداشته باشه. من یه سوال ازت بپرسم جان، ترویج قمار، یعنی ترویج قمار، من کاری با خود قمار ندارم، به نظر تو توسط یک هنرمند اتفاق بیفته کار درست انسانی هست برای مخاطبینش یا نه؟ همین. ببین این به نظر من، اینو آخه به نظر من دو نوع داره، میتونی دو جور ببینیش. یکی نه که میگن ترویج قمار، ببین با همون دیگه، ببین حالا اینو میخوام بگم. ببین یه زمان هست تو میای آقا، میای میگی آقا سایت قمار فلان خدافظ، یه استوری میذاری. خب یه موقع هست میای میگی راه پولدار شدن بیزینس. داره منو میبینی یا مخاطب؟ این غلطه. نه خب نه ببین میگم بحث داریم دیگه، این ترویج، آره اون قسمتی که اینایی که میان میگن راه پولدار شدن، این غلطه. من خب ببین من هیچ کدوم رو نمیپسندم، شخصیت من نمیپسنده. میگم تو توی مثلا رادیو، شاید تو آمریکا یا توی جایی که قمار آزاده و فرهنگ سازی شده، درسته اینو قبول دارم، فرهنگ سازی. ببین ما حتی رو اینستاگرام هم فرهنگ سازی نداشتیم و شرایط امروز اینه، فرهنگ سازی شده توی قمار. آیا حرکت درستی انجام دادیم؟
نه ما فرنگسازی کردیم، نه ما جایی رو ایجاد کردیم برای کسانی که میخوان اینو ترک کنن برن مثل کمپ، چون کمپ داره، کمپ ترک قمار هست، ما یک جایی ایجاد کردیم براشون خیر، ما هیچ زیرساختی ایجاد نکردیم، همه چی خلافه. آقا درباره سایت‌های شرط بندی حرف زدیم، اما خب یک سری از اشخاصی که خیلی رأس این داستانا بودن و به اسم انگل‌های مجازی میشناسنشون، حالا اگه بی احترامیه اسم دیگه نمیشه روشون گذاشت به نظر من، حالا شاید اشتباهه، ولی خب اومدن خب این سایت ها رو آوردن بالا و بعدها هم اومدن تو موزیک. مثلا یکی خودشو خفن ترین رپر دنیا میشناسه با اون حالا فالشیت و اینا رو که ول کنیم، قافیه های تکسیلابی به شدت ضعیف، و حالا یه سری داستان ها اومد فیت و این داستان ها. کلا اولا نظرت راجع به اینا چیه و اینکه حالا میخوان بیان توی موسیقی و همین دیگه، چی نظرت؟ من هرچی میخوام بگم نمیشه توهین نکنم. اون دوستایی که آشناییت دارن با کشاورزی یا یه کسب و کارشون کشاورزن خوب میدونن که الان من چی میخوام بگم. موقعی که تو به باغچه میرسی باید هر از چنگایی وجینش رو بگیری، یعنی میگم وجین گرفتن. مثلا علف هرز جوری نیستش که تو بهش دستور بدی در نیاد و دیگه در نیاد، یا با هر گونه چجوری باید بگم سم و جلوگیری باز علف هر زر میاد. خب باغچه رپ فارسی یا کلا باغچه هنر رو اگر یه باغچه در نظر بگیری پر از گیاهایی که به ثمر میرسن، میوه میدن و مثبت واقع میشن، اجتناب ناپذیره که علف هرز هم دارن. ولی خب علف هرز رو خودت هم میدونی وقتی خیلی بهش کاری نداشته باشی بلند میشه، ولی با اولین چیز از بین میره. و اگر باغبون خوب داشته باشین که اینجا باغبون میشه مخاطب، باغبونایی که باید وجین بگیرن و باید اینا رو از هم جدا بکنن و اون پرباره اون درخت رو حالا به سلیقه خودشون جدا بدونن از این و اون وجین گرفتن رو انجام بدن، مخاطبه. مخاطب با توجه کردن به اینها، یعنی در باور علف هرز یک درخت به وجود میاد. اگه اون خودش رو بهترین رپر دنیا میدونه به خاطر اینکه این باور رو بهش دادن، و اون باور رو کی داده؟ مخاطب. مخاطب اینجا نقشش خیلی مهمتر از اون چیزیه که خودش باور داره، یعنی میتونه اون علف هرز اینجوری بکنه و بندازه کنار و اون دوباره در میاد. قطعا تو هم میدونی که علف های هرز زیادی این میدون رپ فارسی توش رشد کردن از بین رفتن، اینا هم همیشگی نخواهند بود، ولی مخاطبه که مهمه چه حرکتی انجام میده در این باب. دقیقا، یعنی خب نظر دیدین که مخاطبه باید جلوشون رو بگیرن دیگه یا سعی کنن که علف هرز رو اگر هم نکردن علف هرز هیچ وقت درخت نمیشه. اوکی، پس علف هرزن. خب آقا یه داستانی راجبت هست، یعنی منتقدا بیشتر بهت میگن، و اونم اینه که میگن که مؤر زبون یاسه، یعنی هر چیزی رو که یاس حالا نمیخواد بگه، دوست نداره و اینا، مؤر میاد جاش میگه، مؤر میاد ازش دفاع میکنه و این داستانا. نظرت چیه؟ اینطور نیست، یعنی زبون مؤر زبون یاس نیست، من نمیتونم باشم. هیچ کس نمیتونه عضو کس دیگری باشه، هیچ وقت نمیشه همچین چیزی. ببین شاید اینجوری به نظر میرسه، چند تا علت داره. ما هم تیمی با دو تا رویکرد مختلف، یعنی هم تیمی بودیم. اولش این بود که یاسه خیلی آدم توداریه، من خیلی آدم برون ریزیم، همین خیلی تو ذوق میزد، یه آدم خیلی تودار با آدم خیلی برون ریز، و هم فکر کردم که من تو همه بحثا میخوام دخالت کنم، در صورتی که من دوست داشتم منفعل نباشم و یاسر دوست داشت سکوت کنه، انتخابشون بود. به همین باعث میشد که خیلی قضاوت ها بچرخه به سمت اینکه مؤر داره جای همه صحبت میکنه. این یکیش بود. یکی دیگه اش این بود که ببین من کلا تو باورم اینه که دوست دارم از حق و اون چیزی که داره ضایع میشه از نظر خودم دفاع بکنم. موقعی که راجع به گیاهخواری صحبت میکنم، موقعی که راجع به حقوق حیوانات صحبت میکنم، راجع به چه مسائل سیاسی و فرهنگی اجتماعی صحبت میکنم، اون چنان بازخوردی نداره، ولی خب چون یاس توی شخصیت برجسته‌ایه نسبت به سایدی که من توش دارم کار انجام میدم، کوچکترین چیزی راجع به یاس بگم همجور بازی میشه. ببینید چی دارم میگم، من انیوی دارم میگم، من به هر حال دارم همه این حرفا رو میزنم، ولی اینکه مخاطب کدوم ورم داره بزرگ میکنه و بعد به من تمام اینو میده که تو زبون فلانی فلان دیگه، اون باز همون قضاوت است که بده بره. اوکی،
ببین الان گیاهخواری رو گفتی، من همیشه خیلی دوست دارم با یه گیاهخوار راجع به این صحبت کنم، حالا شاید بحث اینجا نمیشه، چون ببین من بعضی چیزها رو میبینم، من خودم خیلی سعی کردم گیاهخوار شم نمیتونم. و چرا؟ من سیر نمیشم، یعنی تو حساب کن کیلوها برات سبزی و اینا بخورم، برنج اینا، اصلا سیر نمیشم. و این عادته. ببین خیلی سعی کردم، یعنی من شده 2 ماه لب به گوشت نزدم و زیادم. ببین که اصلا خوبه یا نه اصلا بحثی نیست راجبش. خب نه حالا اونش کاری ندارم، آخه میخوام اینو بگم، میخوام بگم مثلا این میگید مثلا دیدم چون خیلی از دوست دارن همه گوشتخارا رو گیاهخوارا گیاهخوار کنن، خب ولی از یه سمت دیگه ای مثلا میان در مورد گونه خاری حرف میزنن، من دیدم روش خیلی مانور میدن، ولی خب این گونه خاری تو حیوانات گوشتخار هم هست، میدونی 100% هست. منتها تو موقعی میتونی ادعای گوشتخاری بکنی خب که مثل شیر بری بدوی بپری گردن با دندونات بتونی گردن یه چه میدونم شترمرغ حتی بگیری گاز بزنی خونشو بخوری پراشو بخوری اون آتشخاله توش دل رودشو بخوری و تا یه هفته سیر باشی، تو گوشتخوار نیستی بالذاته و بالفطره. صنایع غذایی و صنعتی شدن گوشت، ببین تو باید ببینی آدم مسئولیت پذیری هستی ابتدا یا نه، یه سری یا نیستم و نیستی که نیست دیگه. این بلد مسئولیت پذیری باید بدونی که ما نسبت به کره زمین هم مسئولیت داریم، غیر از این که نیست. کره زمین داره نابود میشه، باید چیکار کنیم که نابود نشه؟ باید از آلودگی هایی که برش ایجاد میکنیم کم بکنیم. یکی از آلودگی ها و یکی از مهمتریناش همین صنایع پرورش گوشت و دامه. اصلا ببین گاو مهربون و اینا رو بذار کنار. من خودم وقتی گیاهخوار نبودم 3 تا گاو به دندون میکشیدم، اصلا برای مهم نبود گاو چه موجودیه، بس اوج سنگدلیه. ولی گاو موجودیتش با من، خب دو موجودیم ما هیچ وقت نمیتونیم غذا بگیم. من فطرتم و درونم اون وحشیگری وجود نداره. من میگم این که میگن گاو مقدس بدونن یا گوسفند مقدس بدونن یه بحث دیگریه. ببین من تو هر چیزی افراط رو دوست ندارم، یعنی نمیپسندم، باید تعدیل باشه. من میگم آقا اصلا اینو بذار کنار، ما داریم محیط زیستمون رو به سمت نابودی میکشیم. من آیا نسبت به محیط زیستم اونقدری که باید مسئولیت پذیر هستم یا نه؟ اگه مسئولیت پذیرم خودم رو مجاب میکنم که این کار انجام بدم، که اینم پرانتز باز کنم، من اصلا تصمیم به گیاهخواری نداشتم تا موقعی که این مشکل بدنی بیماری شدید برام پیش اومد از خوردن بیش از اندازه الکل و گوشت. بیماری کبدی شدیدی پیدا کردم، مجبور شدم الان سوبرم الان، نه الکل، سیگار، علف، گوشت، هیچ فقط فوش میدم، خلاص آره خب ببینید من گیاهخواری ندارم. آره یه چیزی من بگم، گیاهخواری رو به دید انجام دادن و نخوردن گیاه، نخوردن حیوانات و خوردن گیاهان نبین، به دید مسئولیت اجتماعی نه، به دید مسئولیت شما نها کن بعد استارت بزن. آره فهمیدم چی میگی، دقیقا من خودم هم آخه خیلی خشن نیستم، یعنی بودم ولی مثلا الان کله پاچه اصلا نمیتونم بخورم در شد، ولی خب باز گیاه رو نمیتونم، اصلا سیر نمیشم لامسته. حالا تنوعش زیاده. آره. باید بری سرچ کنی. اوکی آقا یه سوالی که خیلی هست، خب یه یعنی سوالی که نه خیلی نیست، چرا اینجوری گفتم نمیدونم، ولی خب یه چیزی که خیلی مود شده، یه جریان جدیدی توی رپ فارسی هست خیلی مود شده، ریاکشن و 6-7 ماهی هست که میبینیم همه تقریبا دارن، همه که نه خیلی ها دارن ریاکشن میکنن، حالا بعضی ها نقد میکنن بعضی ها نمیکنن، بعضی ها سوادشو دارن بعضی ها ندارن و و و و، خب متفاوته دیگه. نظرت به صورت کلی راجع به ریاکشن ها چیه؟ صدمه میزنه، کمک میکنه یا چی؟ ببین بستگی داره که چجوری نگاش بکنی. اولا اگه یه چیز مهمی نگاش بکنی که کلا به ذات من چیز مهمی نمیبینمش ریاکشنو، یعنی بازم یه موده دیگه، به قول تو یه مدت هیجانی میره بالا و میاد پایین، اونایی که توش موندگار خواهند شد دقیقاً اونایی هستن که با سوادن. ببینید بخوام مثال بزنم باید چی بگم، فرق میمونه که میخوایم فوتبال رو بدیم یکی گزارش کنه، بدیم عادل فردوسی پور گزارشش کنه یا یه طرفدار دو آتیشه پرسپولیس مثلا یا استقلال. خب معلومه که باید عادل فردوسی پور گزارش کنه و اگرم آزاد باشه، آزادانه همه بتونن گزارش انجام بدن، کی لذت میبره از این؟ حالا مثلا خیلی هم دیگه حالا مثلا بامزه باشه و 4 تیک کلمه با حالم داشته باشه، ما تو سوادشو نداریم، این کار سواد لازم داره. ریاکت کردن اولا یه ریاکت
هر چقدر جذابتره به خاطر هوش طرفه و به خاطر تجربه طرفه. کسایی که توش خوبن خب خوبن، یه سری هستن بچه‌ها میبینم، خود کار خودت و یه سری دیگه از بچه‌ها رو میبینم واقعا از این استانداردی برخورداره که معلومه طرف شنونده رپ فارسیه در وهله اول، و در وهله دوم شنونده علمیشه، در وهله سوم اصلا با فاز اینترنشنالش هم آشنایت داره. وقتی یه آدم این شکلیه اون موقع میتونه یه قضاوت لحظه بکنه، اونم تازه نسبت به کارهایی که مثل دیس، مثل کارهای گنگستا، نسبت به کارهایی که تکنیک محوره یا پانچ لاین محوره و چیزایی که مفهومی پشت نیست. یعنی آرتیسته 3 سال 2 سال 1 سال گذاشته مثلا چه میدونم یه شعر نوشته، بعد طرف میخواد بار اول بشه میگه آها این پس این شد این شد، بعد یه چیز اشتباه اون جریان سازی میشه اشتباهه و بعد مخاطب رو مصرفی بار میاره. من با این قسمتش مخالفم. یک میگم آقا خودتون رو به اون درجه برسونین که اصلا اعتماد به نفس انقدر نداشته باشه. اعتماد ببین ما رو با کلمات خرابمون کردن. اعتماد به نفس یعنی چی؟ آدم میتونه به نفس، نه میخوام اینو بگم، میتونی به نفس اعتماد کنی. اینه که نه دیگه اسمش نفس دیگه، اصلا از بطن اشتباه. آدمی که اعتماد به نفس داره دست به هر کاری میزنه، دوربینو میذاره سری میشینه یه ریاکت، ولی وقتی اعتماد به شخص داشته باشی، اعتماد به آگاهی داشته باشی، میگه آقا من نرم یه چرت و پرتی بگم الان دو نفر دیگه هم بهم بخندن، یا که اصلا دو نفر رو گمراه کنم، یا اصلا آرتیست رو بی ارزش کنم، دست به هر کاری نمیزنه. من خواهش میکنم این اعتماد به نفس رو در اعتماد به شخص یه جوری حل بکنه که به اون آگاهی برسین ابتدا، بعد نشون بدین. وگرنه همه میخوان میلیونی از تو یوتیوب نمیدونم رپرامون، یعنی باوره رپرامون رو باید ببینیم. من نمیدونم اینقدر اگر شنونده تو فلانجا داشته باشم اینقدر میارم، نه الان اینم بگم داخل برنامه، خواهش میکنم از دوستانی که امروز تصمیم میگیرم با دیدن من، با دیدن این برنامه ها وارد رپ بشن، رپ فارسی جایی نیست که کل زندگی تو براش بذاری. خواهش میکنم به صورت موازی یک زندگی که آبرومنده، یه پولی توشه رو پیش ببر که این زندگی به اینجا نرسه. اینجا به هنر، به رپ توی این کشور ارزش قائل نیستن، متاسفانه نیستن. امروز هم ارزش قائل بشن تا به شماها برسه 20 سال 30 سالی طول میکشه. پس شما یک زاویه موازی رو هم حالا مخاطبی، برنامه سازی، چه میدونم رپری، هر کسی هستی که تو این خانواده داره فعالیت میکنه، از نظر من یه زندگی موازی هم با خودت پیش ببر که حداقل فرد شرمنده خودت و خانوادت نشی. ببین الان گفتی من خودم خب ریاکشن دوست دارم، حالا خودم به نظرم حالا بعضی از ترک ها ریاکت خور نیست و به نظرم بعضی از چیزها رو دارن اشتباه توصیف میکنم. به نظر من تو ریاکشن نباید فقط بار اولت باشه، فرست ریاکشن باید بار اولت باشه. درسته از لحاظ من تو میتونی بیای آهنگو بذاری آقا شنیده باشی، چون همه دوستان میشه نقد دیگه. آره حالا نقد هم میتونه نباشه، ببین میتونی میای با هم بشنویم ریاکشن. آره این میشه کار یه آدم عاقل به نظر من. آره ببین حالا من خیلی بچه‌ها خیلی چون اوکی ام، بعضیا خب فانن ادعا ندارن، ولی خب تو این بحث بعضیا هم هستن که ادعا همه جوره دارن، بعد اصلا تحریف میکنن حتی چیزی که دو رپ فارسی بوده رو، این غلط و میری گوش میدی میای حالا یکی هست آقا میخوام آهنگ دور هم گوش بدیم، یه تیکه میگه میخنده. ولی آرام اینم بهت بگم غلط درستیشو ول کن، همه غلط درستای جهان عالم همشون قضاوت من و توه، بذار کاری دلشون میخواد بکنه. آره من فقط الان میتونم بهش، من میتونم کمک کنم اگر واقعا بتونم کمکشون بگم آقا یا به این کار ادامه ندین اگه میخواین موفق باشین، یا اگه دارین ادامه میدین پیشم بتونتون بمالین هیچی نمیشه. ببین 100 درصد من فقط یه چون دوست دارم این کامیونیتی پیشرفت کنه، بچه‌های با استعداد توش زیاد هستن و ادعای الکی اگه نباشه آقا میای، چون هستن بچه‌ای که ادعای الکی ندارن ریاکشنشون هم فان باله، ولی خب میدونی یه سری ترک‌ها هست واقعا نمیشه تو اینو فرست ریاکت کنی و بیای تو فرست ریاکتت بگی که آقا این مثلا اینو میگه ترک تو، مثلا من خودم خیلی از ترک‌ها رو بچه‌ها من... میگن چرا ریاکت نمی‌کنی. من ببین ترک آگاه زجرآورترین ریاکشن ها رو من دیدم توش، همه بلا اتفاق اونجور کرد چقدر یاسر کمت بوش، همه با این لح همه اینجور شده یاسر. میگم بابا جان اولا همکاری منحصر به اون کار، آگاه یاس نقش یک پرانتزی رو داشت که قرار بود یه چیز مهمی توش شکل بگیره، پرانتز رو باز کرد آگاه پشت پرده، من پرانتز رو پر کردم و در آخر یاسر پرانتز رو بست. پکیج این شکلی طراحی شده بود. تو اصلا فهمیدی؟ نه.
بار اول نمیشه فهمید، بار اول تو همش خور ناراحت گریه دیگه اصلا یه سری همین دیگه با تو چه میخوای ببین، میخوان یاس رو مصرف کنن، میخوان آرتیست مورد علاقهشون رو مصرف کنن. این دید غلطه، تو داری این دید رو تازه بست میدی به جامعه شنونده. یه ذره با آرامش به قول تو چند بار گوش کن ببین چی میگیری. قرار نیست همون فست ریاکتت خیلی چیز جذابی باشه، به خدا یه چند بار گوش کن، یکم فکر کن، چهار تا نوت بردار، وقت بذار براش، بعد بذار به قول تو با هم دیگه گوش کنیم. آقا اومدیم الان اینو با هم گوش کنیم، نه نمیخوایم هیجانیش کنیم اصلا موضوع رو. اصلا هیجان یعنی چی؟ هوش هیجان همیشه تر میزنه. ببین خب برام اصلا به قول خودت، من خودم همیشه میگم من خودم نگاه کنی فقط ترکای جنجالی و چیز کردم، ریاکت کردم، چون یه تیک انداخت فلان میفهمه آدم. آره اونا باحاله، آره اونا باحاله، آره ولی مثلا ترک مثلا چه لال مثلا یاس درسته اونم دیستوره، ولی اونو خیلی تیکاشو باید بذاری بغل هم، کلی رایمای چند سیلابی خفن داره میدونی، اینو قشنگ باید پنج شش. من اومدم نمیشه، آره من اونو اومدم یه ویدیو درست کردم لال دیست به کی بود، اومدم با هم یه سر حرف زدیم و مثلا گفتم اینجوری اینجوری. خب برای بعضی ترک ها همین لازمه، مثلا نگار علی سورنا رو شما میری گوش میدی، مخاطباتی شاید چی نفهمه، یعنی من خودم شاید چی نفهمم، 25 بار 30 بار گوش میدم، میرم بعضی جاها تحقیق میکنم، بعد حالا میام یه ویدیو درست میکنم علی سورنا چی گفت، میدونی این خیلی جذاب میشه، طرف میخواد ببینه آقا علی سورنا واقعا چی گفت. و بچه‌ها هم خیلی باحال کارشون، بعد همیشه من این انتقاد میکنم، ولی بعضی از آرتیست ها هستن، چون نقد بعضی بچه‌ها درسته واقعا، حالا تو این کار کارکشته هم داریم که کارشون خوبه، و میان منوال رو اینا چیز میزنن، کپی رایت میزنن. چرا؟ چون طرف نقد مثلا نقدش کرده، این خیلی غلط. و آقا نمیدونم چرا نظر راجع میشه، باید از من یاد بگیرن، باید از من یاد بگیرن. ببین من یه عمر دارم فوش میخورم، هیچ کاری هم نمیکنم. ببین آقا خیلی بده نقد درست اصلا... من خودم داشتم اینا نقد اصلا نه، نقد کشکی، نقد کشکی، نقد درست. ببین من تنها چیزی که باش مشکل دارم فحاشی پای کامنته، تنها چیزی که مشکل دارم. یعنی میگم ببین تو که مسئول این نیستی که، ببین یه دیواره، من کامنت رو یه دیوار میبینم، قسمت کامنت رو تو میتونی همه چی بنویسی، میتونی نقد تو بنویسی، هر کاری که، ولی وقتی میای فحاشی میکنی تو مسئول نوشتن اون هستی، ولی مسئولش پس صفحه منم، یعنی میدونی اون دیوار منه، و یه نفر از بیرون میاد یا نگاه میکنه میگه یا خدا، اصلا نمیدونه چی شده، اصلا نمیدونه اصلا کی به کی پریده چی شده، یعنی یا خدا مثلا فوش ناموسی و از بالا تا پایین کشیدن، فقط یه سری یا رفتن رفتن خونهشو خوابیدن، میدونه انگار تو اومده رو دیوار یا روی فوش ناموسی نوشی رفتی و اون دیوار مثلا وسط شهره، همه میتونن نگاهش بکنن. این تنها چیزیه که من هیچ وقت نتونستم بپذیرمش و نمیپذیرمش هیچ وقت، و اصلا آره دیگه. ندید آره. کامنت فوش ببینم بلاک میکنم من، ندید، یعنی ببینم فوش، خب چون احمق اون طرفی که داره این کارو میکنه، یعنی شعورش به اون حد نرسه. آقا خب همون حرفتو مؤدب بزن، من میتونم بیام به تو فوش خوار مادر بدم، خب این خب درست نیست، شاید خوار مادر خودت اصلا اونو بخونه، بعد آیا ناراحت نمیشه از اینکه همچین بچه‌ای تحویل جامعه صداقت هم میشه؟ ببین من یه انتقادی دارم، میگم بعضیا که شنونده خواننده بعضی شنونده خواننده هایی هستن که دارن یه خط فکری یاد میدن و اون متنی که دارن متنی که تو باید با ذهن اینو گوش کنی، و اینا دارن. یه درصد از مخاطب اینا حتی اون تعصبه نمیذاره بفهمه خواننده خودش چی میگه که این ازش بره بیرون. گفتی میبینی چی میگه؟ گفتی تعصب، گفتی تعصب. یه برنامه خیلی سنگینی من راجع به تعصب دارم که الان اینجا دارم برای اولین بار میگم. تمام این بتلا اینو برای کسایی میگم که اینقدر حوصله دارن یک ساعت من نگاه کنن، اونا ارزش اینو دارن که بشنون الان من چی میخوام بگم. تمام این بتلا دست گرمی داستان اینا برای در آوردن تعصب آدمایی که میشناسن، مخاطبا و آرتیستا، و بعد از اینا من یه مجموعه دارم به اسم تعصب و اون پخش میشه و دارم روی این برنامه میرم جلو. حالا این دست گرمی خیلی بچگانه تر از این چیزی بود که همه شنیدن، خیلی از این سنگین ترشو دارم برای اینکه کل تعصبا رو بکشم بیرون، بعد راجع به تعصب صحبت کنم. ببین یکی از بدترین میشم سمیترین اتفاقاتی که توی جهان سوم میفته دید متعصب به تمامی مسائل، تعصب قومیتی، جنسیتی، تعصب روی آرتیست مورد علاقه، هنرمند مورد علاقه، تعصب روی خانواده، حتی
طرف فکر میکنه متعصب روی زنش، داره زنش نابود میکنه، فکر میکنه خیلی دیگه قدرتمندی، زنشو داره نابود میکنه، طرف داره دخترشو نابود میکنه، بعد فکر میکنه که خب این چیزه. یه بحثی که این تعصبه، بحثی که یه برنامه خیلی عجیب غریبی رو میطلبه. اگر دوباره خواستم تو این برنامه شرکت کنم حتما با خودت انجامش بده. آره خیلی خوب میشه و خیلی واقعا من از من یکم مشکلای رپ فارسی، چون مثلا اینجوری ان مخاطبا، من طرفدار هیچ کس مشکل رپ فارسی نیست، مشکل ایران، آره مشکل آره جهان دیگه سوم. یه مخاطبا آخه خب یه درصد کوچیکی از جامعه ایران شدن مخاطبای رپ فارسی دیگه، همونه دیگه. و مثلا طرف اینجوریه همونه. من هیچ کس رو دوست دارم، بقیه گوه میخورم میخونن. بابا یعنی چی؟ نمیشه که. خیلی اشتباه. خدا کنه یه روزی درست بشه ما اینو نبینیم. من اینجا میام مثلا بیت، مثلا اینش هم خیلی عجیبه، من بی طرف میام، طرف یه روز من طرفدار هیچ کس هم از دیده یکی، یه روز من طرفدار زد بازی هم، یه روز بابا نشد که ولم. ولی بعده و آره دیگه، حالا ولش کنیم، این بحث طولانی و دردناکیه. خب نظر درباره دخترایی که توی رپ فارسی ان چیه؟ جدیدن هم زیاد شده تعدادشون، دارن بیشتر میشن. خیلی خوشحالم ببین از اینکه رپ لوری میشنوم، کردی میشنوم، رپ ترکی میشنوم و دخترها رپ میکنن. به نظر من هنر نه صاحب داره، نمیشه محدودش کرد به قومیت، جنسیت، به هیچی. و اصلا یکی از جذابیتاش همینه. اما یه سری رپای دخترها رو جدیدن شنیدم که پرودوسرای مثلا خیلی مدعی هم داشتن که ما این رو پرودوس کردن، که همون هم برن کبابشون رو سیخ بزنن، خیلی سنگین ترن تا بخوان آرتیست پرودوس کنن. همون حچویات رو بالاخره میدونی، رپ خانوما قطعا خوبیایی داره، قطعا همون آرتیستایی پیدا میشن توش که به کسایی درس یاد بدن، قطعا کسایی هستن که حس خوب منتقل کنن. یه چرت و پرتایی هم هستش که خب یه حجویات در اصل از نظر من، که اونا هم اجتناب ناپذیر خب هستن. همین که جامعهش پویا باشه به نظر من کفایت میکنه. ولی پرودوسراش کاش سواد پرودوسر بودن، یعنی یه رپر به ذاته نمیتونه پرودوسر هم باشه، میدونی بحثم اینه. یعنی یه تهیه کننده نباید، ملاک تهیه کننده بودن فقط رپر بودن نیست، این که باید یه ذره ببین حرفات ذهن رو برد سمت یه آهنگی و یه گروهی. بگم نه نگو. خب الان منظورت نگو که نگو چون کسی که نشنه نشنوندش اینقدر فاضی هستن. منظورت به همونا بود؟ آره. خب پس به با شما هم دوست دارد. خب آقا یه سال به نظرت بهترین آهنگ خودت کدومه؟ کدوم آهنگ بیشتر دوست داری؟ هیچ کدوم. نه چی؟ مگه میشه یکی آهنگ بیشتر دوست داری؟ نمیشه. نه هیچ کدوم اون هنوز به اون درجه نرسیدن که من بگم ازشون لذتی که باید ببرم. همشون رو دوست دارم ولی هیچ کدوم ایدئال من نیستن. با کی دوست داری همکاری کنی تا الان نکردی؟ ببین با سروش هیچ کس الان سروش نیست. نه ببین من کاراکتره رو کار ندارم. کیه میگم؟ یه نفر باشه که با همدیگه بتونیم این کار باحال تولید کنیم. خب میبینی یه آدم اصلا کاملا بی تجربه است، اصلا شاید اصلا نو نیمه، ولی بتونیم این کار خوب تولید کنیم، من حاضرم باش انجام بدم، یعنی هیچ محدودیتی ندارم. حتی کسی که با من دشمنی داره ولی باز در پس اون کار انجام دادنه دنبال این باشه که به این نتیجه خوبی برسیم، باز من مشتاقم که کار انجام بدم. و حالا اگر یه آرتیست خوب باشه، یه آرتیست برجسته مثلا چه میدونم با تجربه درست حسابی و سخوندار باشه که دیگه خوش به حال من. میخوام یه سری اسم ازت بپرسم، نظراتو بگی راجبشون و آقا اذیت نکنی. تموم نه شد. دیگه با... بدش. نه ببین حالا هر چیزی که به ذهنت رسید یا اینکه حالا دوستش چیز بگی توضیح بگی، چون با بعضیشون هم مشکل داشتی. و خب بریم واسش. اسم اول تتلو. تتلو هم گیاهخواره مثل خودت، کمک میکنه به تتلو. و موج سوار نابغه. موج سواره بد گفتی. حسین. مش حسین، مش حسین سیسشو داره، علمشو نه به نظر من. سنگین داری میگی ها. اومدی دیسکو نظرمو دارم میگم. نه بخواد میگم به همه گیر میدی. ببین اینجا هم داری گیر میدی.
خب بابا نظرم رو داره. خب بابا اون طرف به شوخی خدا باور میکنم کن بابا. همشون این نظرها رو دارن، جرات ندارم بگم، من دارم میگم. بیا باز ببین خب گیر چی دادی، داری جرأت میپرسی؟ ندارم. خب رضا پیشرو که فکر میکنم دیگه گفتی دیگه، ولی خب باز رضا پیشرو. رضا پیشرو من فنشم، چیز بیشتر ندارم بگم. اوکی مخاطبش دوستش دارم. وانتونز وانتونز ببین شهرت قبل از بلوغ خیلی برشون سنگین تموم شد، ولی خب موفقن موفقن و خب منم برشون آرزو موفقیت میکنم. ببین ولی سلیقه من نیستم. اوکی میخوام بهت گیر بدم، هی میگم به همه گیر میدی ولی خب. نه خب چیزی که به نظرم من احساس کردم قبل از اینکه به بلوغ فکری برسم به شهرت خیلی زیادی رسیدم و این برشون سنگین تموم شد. نمیگم خب بعد من حرف بدی نزدم. باش. جیدان میخوره پسر خوبی باشه، خیلی میخوره پسر خوبی باشه، پسر خوبی ده. پسر خوب. سهراب ام جی بعید میدونم اینقدر دیگه بی فکر باشه این کاری که داره الان انجام میده، یه جوریه که واقعا بعید میدونم واقعا اینقدر یه آدم میتونه بی فکر باشه که این کار رو بکنه. من احساس میکنم داره به دستوراتش عمل میکنه یا مثلا داره به وظایفش انجام میده. من همچین حسی بهش دارم، ولی خب آرتیست اولد اسکولیه. من 13-14 سالم که بود شاید الان اینو بگه تو 9 سالت بود اوکی. من موقعی که سنم کم بود گوش میکردم، باش حال میکردم، هر چقدر بزرگتر شدم از اون بچگیم فاصله گرفتم، همونقدرم از سهراب فاصله گرفتم. یکم حرفات کنایه‌دار بود ولی خب بهش نمیپردازیم. کنایه‌دار گفتی دیگه، ببین همش گیر میدی. مراتیدن مهراد هم گفتم یه پکیج فوق‌العاده قوی توی موسیقیه با یه شخصیت خیلی سانتیمانتال که من ساده تر از سانتیمانتال بودنشو خیلی میپسندم، ولی فوق‌العاده است تو موسیقی، هیچ ایرادی نمیشه بشه. عرفان پایدار. من عرفان دوست دارم، خب با اینکه بیت پیش بینی و نمیدونم چیزه، یه حس عموتور بهش دارم. اموها دیدی مثلا هم نقش پررنگی تو زندگی ندارن، هم خب یه حس خوبی دارن، چون یه حس آره یه جور باحالیه. ولی خب کارهای قدیمیشو خیلی بیشتر دوست داشتم من، یعنی مثلا زمان جاده و هفتش آره اون موقعی که مثلا هیچکی ویدیو خوب نمیداد عرفان چیزایی میداد کرکوپر آدم میرم. الان و نه الان راستش خیلی نمیگم بد شده ها، سریقه این من نیست. اوکی اسم آخر یاس. رفیق شفیق عزیز. رفیق شفیق عزیز. ببین به همه گیر دادی، به رفیقت هیچی نگفتی. خب بذار چیز بگم، بذار بد قول. بذار یه چیزی یاسر ببینم بلاکت میکنه. نه بذار یه فکر کنم، اتفاقا خوب شد گفتی، بذار یه گیری بهش بدم. یاسر رو چه گیری میتونم بهش بدم؟ داشت جواب تلفن رو که ستا درمیون میده. خب تمام جلسه های کاری یا هر کاری میکردیم و نفر آخر میرسید، زیر 2 ساعت جلو در خونش، تمام رفیق های نزدیکش میدونن، زیر 2 ساعت جلو در خونش اگه بخوای دنبالش علاف نمیشه، یعنی 2 ساعت زیرش اصلا راه نداره، سر شلوغه. سر شلوغه، خیلی هم دیگه حوصله نداره. ولی رفیق شفیق عزیز. اوکی ببین یه سوال میخوام در آخر ازت بکنم و اونم اینه بابا که بابا بس سوال آخرم بکنم. آره گیر آوردی. آره نداشتی مصاحبه تصویری دیگه. آره. خوبه دیگه بپرسی. آره. خب اونم اینه که قلمت خیلی تونده، خب و به همه گیر میدی، به دولت، به سایت بت، به هوادارا، به حتی پیش اومده به هوادارا توهین کردی و توهین. آره دیگه تو همین دستگرمی هم گفتی هوادارا دوزارید و نگفتی. خب ببین هوادار ارزون قیمت و هوادار گرون قیمت، باید ببینی کدومش بیشتره. دوزاریا خودشون اونو از زمین برداشتن به من نشون دادن چقدرن. اوکی خب به هر حال تونده و به همه گیر میدی، به دولت، به این، به اون، به اون فلان و اینا، و خب خیلی هم پروژه های عجیب غریب توی ایران انجام دادی دیگه، مثلا آگاه و فلان و ماشین آتیش زدی و
از این داستان ها برات مشکل نشده؟ نسل بعد آره نسل بعد. و حتی و چقدر اون آهنگت خوب بود به نظر من، اونو باید یاد بگیرم، بهترین آهنگاتن حالا از نظر من، چون خیلی بهم حال میدن، یه فاز باله. آره. خب حالا چیه گیر میدن نمیدن، سختت شده نشده؟ ببین اولا که من از هیچ کس ترسی ندارم. ببین اگر من دارم منعکس کننده قسمتی از جامعه هم که خاموشه، من دارم صدای اونها هستم، همیشه سعی میکنم طرف عقل داشته باشم. اگر کسی به خاطر حرفای من بخواد بیاد سراغ من، باید به خودش شک کنه. این چیزی نیستش که من بخوام ازش بترسم، این از این. ولی ترس دیگه ای هم ندارم، به خاطر اینکه ببین من قوانین جایی که توش زندگی میکنم رو رعایت میکنم، قوانین کت کشوری که بهش سفر میکنم رو رعایت میکنم، حتی قوانین خونه ای هم که بهش دعوت میشم رو رعایت میکنم، طبق قوانین اون کشور عمل میکنم. حالا اگر سوالی جوابی هم بخواد پس بدیم میدیم. من مشکلی ندارم و ترسی ندارم، حرفی نزدم که ازش پشیمون باشم. هر حرفی زدم، چه تو آگاه چه تو نسل بعد، من اونا رو تقدیم به فساد کردم و فساد عضو جدایی ناپذیر کشورمه و من نه من نه هیچ مسئولی و نه هیچ انسانی نمیتونه اینو رد کنه که ما توی ترویج فساد خیلی موفق تر بودیم تا توی ترویج علم و فرهنگ و هنر توی این چند ساله. و من به عنوان یک عضو کوچیکی از جامعه هنر وظیفه خودم میدونم که انعکاس بدم این فساد رو، یک به خودم، دو به مسئول، سه به مخاطب. یعنی من بازتاب دهنده اون فسادم، نه ایجاد کنندش. دمت گرم که با این حال که میدونی داستانا اینجوریه، به هر حال به اون موزلی که هست اشاره میکنی و در حد خودت کمک کنی. من خودم یادم اون موقع که آهنگ، چون من خیلی بچه ها میدونن، حالا کسایی که من دنبال میکنن، من هم خیلی مینستریم و گنگ و اینا خیلی دوست دارم، هم از اون رپ هایی که مثلا نصیحتیه. آره دیگه. و اون زمان من یادم اون موقع واقعا حال میکردم و باید یاد بگیرم، یه مود اصلا یه فضای دیگه بود و خیلی حال میداد. بعضی حرفاشم حرفای خودم بود که مثلا به این نتیجه رسیده بودم مثلا دیگه بس این کار میدونی فلان کار، اینا خیلی حال میداد. و برای همین دمت گرم و مرسی که دعوتو پذیرفتی، اومدی کلی لذت بردی. مرسی که دعوت کردی، چاکرین. مرسی قربونت. هیچ حرف آخری داری دوست داشتی بشی بزنی یا جا مونده باشه؟ ببین حرف آخرم به کسایی که تو این مدت تو این سیر مهر شدن من کمکم کردن، باید از همشون تشکر کنم. یه نفر نیستن، اسمم نمیتونم بیارم. همونقدرم باید از اون کسانی که تو این مدت مهر شدن رنجوندمشون، حالا چه همکار بودن چه اصلا تو این مصاحبه، تو این حرفا، چه مخاطب بوده دلش شکسته گفته تو چرا مخاطب مثلا هنرمند مورد علاقه من اینجوری گفتی، یا و و و و، از اونا میخوام که من رها کنم و ببخشم. و به طب منم تمام این فحاشی ها رو همیشه رها میکنم و میبخشم. تنها حرفم بهشون اینه که دمتون گرم که هستین. اصلا سیر ما شدنه این موسیقیه و این هنره جادوش به حضور فعال مخاطب هاست و من شاید برای پیدا کردن مخاطب دست به هر کاری نزدم، شاید چه میدونم خیلی از کارها رو انجام ندادم، همیشه در خلاف اون جهتی که همه حال میکردن قدم برداشتم، اما برای دونه به دونه کسایی که مخاطب منن ارزش قائلم، دونه به دونه شون رو دوست دارم، دونه به دونه شون این اعضای خانواده منن و میدونم بدون اونا این جادوی هنر بی معنیه. فقط میخوام تشکر کنم از همشون. همین دمت گرم، مرسی از خودت، فدات، مرسی، دمت هم گرم، کلی لذت بردیم. همین دیگه، دمتون گرم، فدات، خدا نگهدار. خب این بود از قسمت 11 برنامه بی‌پرده. امیدوارم که لذت برده باشید. سوالی انتقادی پیشنهادی دارید حتما اون زیر بنویسید که سعی میشه خونده شه و درست شه اگه انتقادی هست که واقعا باید درست کنیم و این داستانا، و حتما اون زیر بنویسید که دوست دارید مهمون بعدی کی باشه که ما سعی کنیم باش کانکت شیم و افتخار حضورش رو در برنامه داشته باشیم. دمتون گرم، امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.